سلام به شما، من پرویز دستمالچی هستم و امروز قراره که کتاب جدیدی رو که از طرف توانا منتشر میشه به نام بنیادگرایان اسلامی و قتل دگر اندیشان در برون مرز که نوشته خود من هست و کتابی است مستند درباره قتل‌های دگراندیشان و سیاسیون و یا مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا، در جهان، در همه جهان نه، برای شما صحبت بکنم. کتاب درباره 11 قتل دگراندیشان ایرانی صحبت میکنه، اینا رو بررسی میکنه، از اولین قتلی که اتفاق افتاد در 1979 در پاریس و شهریار شفیق رو به قتل رسوندن، پسر خواهر شاه ایران، و تا میرسه به مسئله تروری که در برلین اتفاق افتاد و در اونجا 4 نفر از اعضای اپوزیسیون ایران به قتل رسیدند که در سال 1992 بود و تا اونجا تموم میکنه. بعد از اون قتل‌های دیگری هم اتفاق افتاد، به خصوص در 2 سال گذشته در اروپا، ولی جمهوری اسلامی بعد از رأی رو که دادگاه میکنوس داد و سران حکومت رو اومد محکوم کرد و بعد اتحادیه اروپا رابطه‌شو با جمهوری اسلامی قطع کرد، جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا قول داد که در خارج از کشور، در اروپا، در اتحادیه اروپا دیگه دست به قتل نزده و تا همین حدود 2 سال پیش هم این کار رو در اروپا نکرد. به این معنا نبود که در کشورهای دیگه، در ترکیه، در جاهای دیگه نکنه، ولی بنا به دلایل سیاسی و فشاری رو که اتحادیه اروپا آورده بود نمیکرد. برای اینکه هر قتلی که در این کشور اتفاق بیفته یا در یک کشور دیگه، این عملا به معنای نقض حق حاکمیت اون کشور هاست، به اضافه اینکه برخی از این افرادی رو که ترور می شدن شهروندان اون کشور هم بودن و تابعیت های یا دوگانه داشتن و یا اصولا از تابعیت جمهوری اسلامی خارج شده بود. خب من در رابطه با تک تک این 11 قتلی رو که در این کتاب اومده صحبت نخواهم کرد، چون کار به خیلی درازا خواهد کشید، بلکه یک چکیده ای از مجموعه اونها رو میگم که چرا مثلا جمهوری اسلامی اصولا ترور میکنه و یا اینکه چه کسانی در جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن به قتل ها یا میگرفتن به قتل ها، بنابر اسنادی و مدارکی رو که به ویژه در بررسی های 4 ساله دادگاه برلین مشخص شد. ببینید، ابوالقاسم مصباحی که شاید اسمش رو شنیده باشید، فرهاد و یا ابوالقاسم مصباحی، یکی از پایه‌گذاران سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بود، از افراد بسیار نزدیک به آیت الله خمینی بود، به هاشمی رفسنجانی بود. اینها جزء گروهی بود که سازمان اطلاعات و امنیت ایران رو تشکیل دادن، ولی بعدن ابوالقاسم مصباحی فرار میکنه، میره پاکستان و بعدن از پاکستان میتونن بیارنش به برلین و بعد در دادگاه شهادت میده، در دادگاه معروف به دادگاه میکنست. میخوام به این استناد بکنم که آقای ابوالقاسم مصباحی در دادگاه درباره تعداد قتل ها چه گفت. او در دادگاه گفت ما در فقط اروپای غربی بیش از 80 نفر از اعضای اپوزیسیون ایران رو به قتل رسوندیم، که شما به دادگاه میگفت، یعنی اروپایی ها، اصولا از برخی از اونا اطلاع ندارید.
حالا شما به اینا اضافه بکنید قتل‌هایی رو که در امریکا، آسیا، عراق، پاکستان، افغانستان و جای دیگه اتفاق افتاد، که خب بخش بسیار زیادی از اینا رو اپوزیسیون اطلاع نداره. بررسی این مسائل مربوط به ترورهای جمهوری اسلامی کار بسیار سختیه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اسناد و مدارک به ندرت وجود داره. چرا این چنینه؟ به این دلیل هستش که موقعی که یک تروری انجام میگیره و این ترور یک ترور حکومتی هست، خب نهادهای بیرون یعنی پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی و یا مدعی العموم، دادستانی کل کشور، میبایستی پیگیر پرونده بشن. خب در بسیاری از این کشورها این علاقه به پیگیری وجود نداشته به دلایل مختلف، از جمله روابطشون، روابط سیاسی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و یا قراردادهای اقتصادی رو که می‌بستن و یا نگرانی از این که چنین تشکیل چنین پرونده‌های پیگیری‌هایی مشکلاتی رو با جمهوری اسلامی به وجود بیاره و در اون زمان جمهوری اسلامی به خودش اجازه میداد که بعداً در این کشورها بمب‌گذاری بکنه. داستانهای مربوط به بمب‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در پاریس و یا غیره، به هر حال میترسیدن که این کارو بکنن و غیره، و یا اگر که اطلاعاتی داشتن اینا رو درز نمیدادن، اما سر اون اطلاعات با جمهوری اسلامی سر به زنگا معامله میکردن که چی بگیرن و یا چی بدن. جمهوری اسلامی هم که خودش اصولاً، هرچند که معتقد و الان هم میگه که کار ما نیست، احتمالاً اگر حد اکثر بودن افراد خودسر بودن که به ما ربطی نداره، چون خودش پشت این ترور هاست و دستگاه های قضایی و غیره میبستی پیگیر این پرونده ها بشن، که اصولاً چنین کاری رو نمی کرد. به همین دلیل بررسی و جمع‌آوری اسناد و مدارک و غیره در رابطه با ترورهای رژیم در خارج از کشور اولا بسیار مشکله و نیازمند زمانه، و من مطمئنم که بعد از گذر از این نظام پرونده های بسیار بسیار زیاد دیگری چه در رابطه با ترورهای خارج از کشور و چه در رابطه با ترورهایی که در خود جمهوری اسلامی انجام گرفته رو خواهند شد، و در اونجا ما میتوانیم اینا رو در واقع به صورت نهایی به پرونده ها دسترسی پیدا کنیم و مطرح کنیم. یک چیزی که مهم هست این هستش که رأی رو که دادگاه بلیند، معروف به دادگاه میکونوس، که حدود 4 سال طول کشید این دادگاه و یکی از جنجالی ترین و طولانی ترین تاریخ دادگاه های فکر میکنم تاریخ جهان و تاریخ اروپا باشه، و روابط به خصوص میان ایران و آلمان، توی رأی رو که اونجا صادر کردن نسبت به جمهوری اسلامی صحبت از این کردن که این یک سیستم جنایتکاره. یعنی مسئله فقط بر سر این نبود که عده‌ای از افراد وابسته به جمهوری اسلامی رو گرفتن و بعد در برابر دادگاه قرار دادن، بلکه رأی دادگاه صحبت از سیستم جنایتکار میکنه. یعنی این قتلی که انجام گرفته و قتلای دیگه که انجام گرفته بخشی از مکانیسم درونی این نظام برای حفظ قدرت، و این درسته، برای حفظ خودشونه. اصلا یکی از ابزار اساسی مبارزه با مخالفان در این حکومت بنیادگرای اسلامی ولایت فقیهی در ایران مسئله تروره. این ترور و قتل دگراندیشان از شروع انقلاب اسلامی بوده، از جمله آتش زدن سینما رکس آبادان که 400 نفر افراد بیگناه در اون کشته شدند، و اخیراً در مصاحبه‌ای رو که یکی از افراد وابسته به همین نظام
صحبت میکرد و ازش در رابطه با مسئله سینما رکس و اینا پرسیدن، میگفتش که اونایی که این کار رو کردن از جمله نمایندگان هستن که در مجلس شورای اسلامی نشستن. حالا شما اگر که توجه بکنید موقعی که میگم این سیستم جنایتکاره، از اون زمان سینما رکس اعدام‌های غیر قانونی بی رویه بدون محاکمه کسانی رو که دستگیر کردن فقط احراز هویت می‌کردن و بعد اعدام می‌کردن. شما همین الان که نگاه می‌کنید ببینید هیچ کشوری رو شما در تاریخ نمی‌شناسید که رئیس قوه قضاییش مثل آقای ابراهیم رئیسی متهم باشه که دستش در قتل بیش از 10,000 نفر از زندانیان سیاسی ایران هست که در سال 1988 پس از پایان جنگ ایران و عراق بدون محاکمه فقط در ظرف 2 دقیقه اینکه مسلمان هستی نیستی یا پشیمان هستی نیستی اینا رو گرفتن اعدام کردن. در رابطه با کارایی رو که همین آقای ابراهیم رئیسی می‌کردن، شما اگه به خاطرتون باشه در انتخابات ریاست جمهوری خود آقای حسن روحانی نسبت به ایشون میگفت اون کسانی که دستشون در جنایت و در دزدی و غیره به همین آقای ابراهیم رئیسی میگفت که انتخاب بشه، ولی بعداً گفتن که این آقای ابراهیم رئیسی یکی از افراد طرفدار حقوق بشر و اینهاست. یعنی ببینید این سیستم رئیس قوه قضاییش آدمی است که متهم دستش تو قتل بیش از 10,000 نفره. شما نگاه بکنید به وزیر دادگستری دوره اول ریاست جمهوری آقای حسن روحانی که آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستریه، خود آقای مصطفی پور محمدی دستش تو همین جزء اون هیئت 4 نفره بوده که قتل دستشون تو قتل 10,000 نفر زندانی سیاسی، زندانی سیاسی که دست خط آیت الله خمینی در کتاب آقای آیت الله منتظری هست که گفته زندانیان سیاسی ایران رو قتل عام بکنید، حتی اونایی که دوره محکومیتشون رو گذروندن. حالا در اونجا صحبت از 3,400 فقط مجاهد هست ولی آمار خیلی بیشتر از اینا رو نشون میده. شما نگاه بکنید، اینا رو میگم برای اینکه میگم موقعی که صحبت از سیستم جنایتکار میشه شما البته جزئیات این مسئله رو که من مطرح میکنم میتونید به کتاب، به همین کتاب اخیر من بنیادگرایان اسلامی و قتل دگراندیشان در برون مرز که از طرف توانا منتشر میشه توی سایت ببینید، دانلود کنید، بخونید، جزئیاتش همه اونجا اومده. تو این مدت کوتاهی رو که من دارم خب نمیشه وارد اون جزئیات شد، ولی باز یکی دو مورد دیگه که چرا این سیستم جنایتکاره. ببینید همین 6 ماه پیش معلوم شد که رئیس حراست صدا و سیمای جمهوری اسلامی یعنی یه مقام بسیار مهم که با نام مستعار مصطفی مدبر کار میکرده، این همون حاج قفور درجزیه که در قتل دکتر قاسملو و یاران در وین در ژوئیه 1989 مستقیما شرکت داشته و از طرف پلیس اتریش هم دستگیر میشه ولی بعدا میفرستنش ایران. خب این رئیسش یه آدم تروریست، آدم کشته، رئیس حراست صدا و سیما میشه. شما نگاه بکنید به محمد جعفری صحرارودی که باز هم اون در قتل دکتر قاسملو شرکت داشت، مستقیما خودش کسی که شلیک میکنه
و یه گلوله کمونه میکنه میره تو بازوش، از اینجا چونش در میاره میره زیر چونش، از دهنش میاد بیرون، به این دلیل زخمی میشه، دستگیر نمیتونه فرار کنه، دستگیرش میکنن. خب ایشون در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی هست و ایشون رئیس دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی رو داره. خب این موقعی که همش همین طوریه، این یعنی سیستم جنایتکار دیگه. حالا چند چیز در اینجا مهمه در رابطه با قتل‌های مختلفی رو که انجام گرفته. یه سری از این قتل‌ها رو خود جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما کردیم. مثلا قتل شهریار شفیق رو رسما اعلام کرده آیت الله خلخالی، گفت ما در دادگاه انقلاب تصمیم گرفتیم که ایشون رو به قتل برسونیم، حکمش صادر شد، تیم رفت و ایشون رو کشت. بخشی از اینا کسانی هستن که خود تروریست ها در تهران نشستن و خودشون میگن که ما رفتیم این کار رو کردیم. چه کسانی؟ آقای انیس نقاش اولین سوء قصدی رو که به دکتر بختیار انجام میده و ناموفق میمونه در اولین سوء قصد، نشسته در تهران مصاحبه میکنه، میگه من افتخارمه که خواستم برم دکتر بختیار رو بکشم و این رو به دستور مقامات ایرانی رفتم کردم، که بعدن انیس نقاش زندانی میشه، که بعدن جمهوری اسلامی با فرانسه وارد معامله میشه و ایشونو آزاد میکنه، ایشون هم حالا رفته تهران برای اطلاعات سپاه کار میکنه. این خودش میگه من این کارو کردم و خودش میگه از طرف جمهوری اسلامی ماموریت داشته. یه نفر دیگه این آقای دیوید بیلفلد، قاتل علی اکبر طباطبایی در 1980 که با نام مستعار داوود صلاح الدین، که اگر یادتون به خاطرتون باشه در یه فیلمی رو هم که آقای مخمل باف درست میکنه به نام سفر قندهار، ایشون نقش یک پزشک نیکوکار رو بازی میکنه. البته آقای مخمل باف میگفت من نمیدونم این همونه که یک تروریسته، ولی حرف به نظر من درستی نمیزنه، برای اینکه در ایران چند نفر وجود دارن سیاه پوست امریکایی که در ایران زندگی میکنن و برای سپاه هم کار میکنن. خب شما شک نمیکنی این آدم از کجا اومده اینجا و غیره. خود ایشون، خود داوود صلاح الدین یا دیوید بلفیلد، میگه به دستور مقامات ایرانی آقای طباطبایی رو در سال 1980 در اینجا ترور کرده و بعدن فرار کرده، رفته سوئیس، اونجا رفته سفارت ایران ویزا بگیره بره ایران، بهش ندادن. بعد زنگ میزنه به سعید رمضان، یعنی رهبر مذهبیش در واشنگتن. سعید رمضان به احمد خمینی، پسر آیت الله خمینی، زنگ میزنه. بعد احمد خمینی زنگ میزنه به سفارت ایران در ژنو و به اونا دستور میده که به ایشون ویزا بدن. ایشون میره ویزاشو میگیره، میره ایران، ساعت 3 بعد از شب میرسه تهران، میبرنش پیش آقای قطب‌زاده. چند ماه بعدم، یعنی اواخر سال 1980، خودش میگه در مصاحبه‌های بسیار وسیعی رو که با تلویزیون ABC کرده، میگه من بعدن رفتم پیش ملاقات آیت الله خمینی و آیت الله خمینی تو این ملاقات حدود نیم ساعتی رو که من با او داشتم، از جمله به من گفتش که مسئله آن جنتلمن در بتسدا واشنگتن در خدمت اهداف اسلام بوده است. یه بخش هم اینا خودشون مثل اینا اومدن گفتن که ما با دستور جمهوری اسلامی رفتیم این کارا رو کردیم. توجه میکنید؟ یه بخشی هم این دادگاه برلین، این پرونده‌ای رو که توی و دادگاهی رو که توی
وین تشکیل شد سر قتل دکتر قاسملو و یاران و یا قتل دکتر بختیار، دادگاه اثبات کرده اینا رو. حالا کسانی که علاقمند هستند جزئیات رو بدونن و من جزئیات همه رو نمیتونم در اینجا توضیح بدم، این کتاب از طرف توانا منتشر شده، آنلاین برن دانلود بکنن بخونن و غیره. یک سوال اساسی هست، چه کسانی در ایران دستور به قتل میدادن و میدهند؟ این مسئله بسیار مهمیه. چه کسانی؟ بنا بر مجموعه بررسی‌هایی رو که دادگاه برلین کرد و شهادت‌هایی رو که آقای ابوالقاسم مصباحی مقام برجسته امنیتی و یکی از پایه‌گذاران دستگاه اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی که بعداً چون می‌خواستن کامیونیش بکنن، یعنی با یه صحنه‌سازی کامیون بکشنش، فرار می‌کنه میره پاکستان، بعد یاران آقای بنی‌صدر موفق میشن اونو بیارن اروپا، در دادگاه شهادت داد که تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود تمام تصمیم‌های مربوط به قتل دگراندیشان رو آیت الله خمینی میگرفت و خودش مثال میزنه، میگه در سال 1984 من مأموریت پیدا کردم از طرف خمینی که هادی خورسندی رو بریم بکشیم و من با کنسول جمهوری اسلامی در هامبورگ رفتیم با دو تن از تروریست های الجزایری ملاقات کردیم که نام یکیشون اشتباه نکنم گواسمی بود. من دستخط آیت الله خمینی رو در رابطه با کشتن هادی خورسندی براشون ترجمه کردم و اینا قرار شد برن این کارو بکنن و رفتن، ولی شب قبل از ترور چون من مخالف بودم، یعنی آقای ابوالقاسم مصباحی، به پلیس انگلستان زنگ زدم و همینا از طرف دادگاه برلین چک شده که درسته و گفتم مشخصات تروریستا رو دادم و گفتم چیکار میخوان بکنن که بازم درسته پلیس رفته بود آقای هادی خورسندی و خانواده رو از اونجا از خونش بردود برای یک هفته یه محل نامعلوم. در نتیجه میگفتش که بنابر اسناد و مدارک تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بوده من آیت الله خمینی خودش در رابطه با همه قتلا تصمیم میگرفت. بعد از فوت آیت الله خمینی در جمهوری اسلامی شورای تشکیل شده به نام شورای امور ویژه. این امور ویژه از جمله کاراش قتل دگراندیشان در درون ایران و بیرون ایرانه که اعضای این شورای امور ویژه رهبر مذهبی نظام علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، وزیر اطلاعات و امنیت وقت، وزیر امور خارجه، به اضافه یک نفر اون زمان آیت الله جنتی از شورای نگهبان، به اضافه فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی، در صورت لزوم متخصصین هم برای مشاوره می آوردن. یعنی این کمیته که رئیس جمهور توشه، رهبر مذهبی نظام توشه، وزیر اطلاعات و امنیت توشه و وزیر امور خارجه هم توشه، به اضافه بقیه تصمیم می گرفتن در رابطه با قتل دگراندیشان و بعداً با امضا و تایید علی خامنه‌ای رهبر مذهبی نظام می دادن به یکی از نهادها یا وزارت اطلاعات یا سپاه و غیره برای اجرا. در نتیجه این صحبتی که می شود که گویا خودشون می کردن این افرادی که رفتن دست به این ترورها زدن و غیره گویا افراد خودسر بودن، حرفیست عمیقا نادرست. هیچ نوع خودسری وجود نداشت. حالا برای این مسئله خودسری یکی دو مثال هم من میزنم و بعدا میبینم که یه چندهایی هم
پرسش از طرف بینندگان محترم اومده و من به اونا پاسخ میدم و فکر کنم که بله یواش یواش هم بعد از پاسخ دیگه صحبت رو تموم کنم. ببینید اگر فرض بکنیم که اینا میگن خودسرا عمل کردن، ما نبودیم و تصمیم این متمرکز یا آیت الله خمینی یا شورای امور ویژه که علی خامنه‌ای آیت الله خامنه‌ای در رأسش نبوده، خب اگر خودسرها عمل کردند و بعدن رأی صادر شده و بعدن اتحادیه اروپا رابطه‌اش رو با شما قطع کرده و بعدن به شما رفتید گفتید که رابطه رو دو مرتبه برقرار میکنیم و قول دادید و تعهد دادید که دیگه در خاک اتحادیه اروپا دست به قطع نزدیم و از 1900 از بعد از آپریل 1997 به بعد تا همین دو سال پیش دست به قتل نزدید. خب اگر که یه سری خودسر انجام دادن، خب شما چرا رفتید قول دادید؟ اون خودسرا می اومدن دو مرتبه عمل میکردن. این نشون میده که شما دروغ میگید، خودسری در کار نبوده، هر چی که بوده با ماموریت حکومت جمهوری اسلامی بوده و با این تصمیم گیری مرکزی در بالاترین نهادها. فراموش نکنیم که دادگاه میکنوس اولا حکم دستگیری آیت الله علی فلاحیان یا حجت الاسلام علی فلاحیان هنوز اعتبار داره و سال 96 1996 صادر شده. فراموش نکنیم که در حکم این چهار نفر در مقام منصبشون ازشون نام میاد، ولی بنا به دلایلی رو که بعداً دادگستری آلمان اعلام کرد از گشایش پرونده علیه آقای علی اکبر رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی خامنه‌ای چشم پوشی کردن. این به این معنا نیست که هر زمان نتونن این پرونده رو باز بکنن. چرا؟ به دلیل اینکه بنابر قوانین آلمان قتل شامل مرور زمان نمیشه و هر زمان هم میتونن دو مرتبه این پرونده رو باز کنن. خب شما که میگفتید خودسرا کردن، بعد خودتون رفتید دولت رفته قول داده و دیگه هم نکرد. حالا فرض کنیم که آقای دارابی خودسرانه اومده این کارا رو کرده، 4 تا شهروند ایرانی رو کشته، بعد آبروی نظام رو برده، آبروی رهبران درجه اول سیاسی مذهبی رو برده، آبروی مرجع تقلید شیعیان رو برده، مگه شما نمیگید خودسر عمل کرده؟ خیلی خوب، پس چرا موقعی که پس از اولا تلاش میکنید از زندان بیاریدش بیرون که آوردید، بعدم موقعی که میره میاد ایران چرا وزارت امور خارجه شما میره از این استقبال میکنه، بعد مصاحبه پشت مصاحبه میکنه تو تلویزیونهای رسمی ایران؟ خب اگه این خودسرانه انجام داده، قاعدتا دستگاه قضایی ایران باید بره ایشون رو تحویل بگیره تو فرودگاه، ببره پرونده براش درست بکنه، محاکمش بکنه، چون 4 تا شهروند ایرانی رو کشته، آبروی کشورم برده. خب نشده، عکسش شده. در نتیجه این که دارابی مأمور وزارت اطلاعات و امنیت و سپاه پاسداران بوده و به دستور شما عمل کرده بس روشنه. مگر قاتل بختیار و کیلی راد در زندان نبود؟ شما چرا رفت؟ مگه خودسر عمل نکرده؟ پس شما چرا رفتید خواهان آزادی شدید؟ چرا؟ و بعد از اینکه آزاد شده چرا در فرودگاه بازم یه عده از مقامات درجه اول و دوم رفتن گل هم انداختن دست گل گردن ایشون، پذیرایی کردن برشان آوردن؟ خب ایشون شهروند شما رو کشته، آبرو نظام هم برده. بگذاریم از رأی دادگاه خود پاریس در مورد دکتر بختیار،
که رأی دادگاه بسیار مشخصه، نه تنها وکیلی راد، علی آزادی و 6 نفر دیگه از وابستگان به جمهوری اسلامی رو که در نهادهای مختلفش کار میکردن همه رو غیاباً محکوم کرده و گفته این کار کاری حکومت بوده که مدت‌های بسیار طولانی در این رابطه سازماندهی کرده. در نتیجه همه این حرفا حرفای نادرسته. البته جمهوری اسلامی انقدر دروغ گفته، شما ببینید سر همین مسئله ترور دانشمندان اتمی ایران و گرفتن گروهی 53 نفر در رابطه با گروه ها و افسران اطلاعاتی گویا اسرائیل که اینا را آوردن به صورت تواب تو تلویزیون اعتراف کردن، گفتن بله ما اینطوری رفتیم این کار رو کردیم، اینا را ما کشتیم، یکی از اینا را اعدام کردن. حالا همین 3 ماه پیش بعد از اینکه گند جریان در اومده، وزیر اطلاعات اومده میگه بله ما اینا رو گرفتیم برای اینکه آبروی نظام رو حفظ بکنیم و هر 53 نفر اینا بیگناه بودن. خب شما رفتید 53 نفر رو گرفتید، خانواده ها رو داغون کردید، سرنوشت اینا رو عوض کردید، شکنجه شون کردید، یکیشو اعدام کردید، حالا اومدید بعد از 4-5 سال میگید نه اینا همه بیگناه بودن و ما علکی صحنه سازی کردیم برای حفظ مصالح نظام. همون کسانی که این کارو کردن 53 نفر بیگناه رو گرفتن، دستگیر کردن، شکنجه کردن، تواب کردن، یکیشون رو اعدام کردن، هنوز تو این جمهوری اسلامی سر کارن و اون وزیر اطلاعات هنوز سر کاره، کسی هم بهش ایراد نمیگیره. همچنان که دوری نجف آبادی که مسئول قتل‌های زنجیره‌ای در ایران بود، آیت الله دوری نجف آبادی، و مهرداد عالی خانی خودش تو برگ بازجویش نوشته آقا این به ما دستور داد، من کاری نبودم، این به ما دستور داد و در این قتل‌ها چندین واحدهای مختلف وزارت اطلاعات شرکت داشته. خب بعداً رفته شده عضو شورای خبرگان رهبری، آقای علی فلاحیان که دستور دهنده این قتل‌های خارج از کشور از جمله ترور برلین بوده، بعداً رفته شده و حکم دستگیری بین‌المللی داره، بعداً رفته شده عضو شورای خبرگان رهبری. خب این یه سیستم جنایتکاره در تمام زمینه‌ها. و من هدفم از تهیه این کتاب این استش که خب ما یک بخشی از مبارزه سیاسی هست این کار در رابطه با مبارزه بر علیه یک نظام جهل و خشونت، ولی یه انگیزه دیگه هم وجود داره. ما میبایستی با روشنگری و افشاگری در مورد جنایتکاران از نظر اخلاقی یک فرهنگ جدید اخلاقی جدیدی درست بکنیم که بعد از اینها هم دیگر کسی نتواند دست به چنین جنایاتی بزند و بعد هم یاد این قربانیان رو بزرگ بداریم که برای آزادی ایران مبارزه کردن. من چند وقت پیش در آلمان و در برلین جلوی برخی از این خونه‌ها یک سنگ فرش‌های کوچک برنزی هست که روی اونها یک نام و 2 تاریخ نوشته شده. نام کسی است که در زمان نازی‌ها از اون خونه بردن و تولدش و تاریخ بردنش و اینا رو اعدام کردن. در روی یکی از این سنگ فرش‌های برنزی که بزرگتر هست نوشته بودن که در این خونه‌ای که شما اینجا می‌بینید یکی از مخفیگاه‌های و شکنجه‌گاه‌های گشتاپو بوده، دستگاه مخوف امنیت نازی‌ها. بعد در خط بعدی نوشته بودن که نوشتن ما این را نوشتیم در اینجا تا شما بخوانید و بدانید که آزادی شما چه بهای سنگینی داشته است.
و به همین دلیل ما باید بدانیم با شناختن این قربانیان، چه در بیرون چه در درون، که درخت آزادی ایران، یعنی آیندگان باید بدانند که درخت آزادی ایران براش چه بهای سنگینی دیگران پرداختن. به همین دلیل توصیه من این استش که این کتاب رو دانلود کنید بخوانید. من صحبتم در واقع تموم شد، نگاه میکنم میبینم چند تا پرسش هست، اینها رو برای شما بدم. اولین پرسش این استش که امروز چه فایده ای دارد که به قتل‌های گذشته که جمهوری اسلامی مرتکب شده است بپردازیم؟ فکر میکنم با آخرین صحبتی رو که کردم فایدهش رو برای شما گفتم. یکی این که بخشی از مبارزه سیاسی است علیه این نظام جهل و خشونت، شناسوندن قاتلان و عاملان و آمران این جنایت ها و بزرگداشت کسانی که برای راه آزادی ایران جانشون رو گذاشتن و ساختن یک فرهنگ جدیدی که شاید در آینده کسی به این راحتی نتواند دست به جنایت بزند. دومین پرسشی که اینجا هست میگه که وقتی سخن از این قتل‌ها میگوییم ممکن است در مبارزان ایجاد وحشت بکند، چگونه باید این ذهنیت‌ها را، این حقیقت‌ها را بگوییم که مبارزان دچار هراس نشوند؟ به نظر من یک چیز برای همه مبارزان باید روشن باشه. ما در یک شرایط بسیار سخت تاریخی خودمون زندگی میکنیم، با یک نظامی روبرو هستیم که یک سیستم جنایتکاره. ما برای اینکه بتوانیم از این نظام عبور بکنیم خب باید مبارزه بکنیم، و این نظام به مخالف با مخالفان و دیگر اندیشان این چنین میکنه که تا حالا کرده. این ما باید با آگاهی به این که میتواند چنین اتفاقات بسیار وحشتناکی بیفته راه مبارزه رو ادامه بدیم، اگر میخواهیم به آزادی، به دموکراسی، به حقوق بشر، به یک زندگی انسانی با حیثیت و کرامت دسترسی پیدا بکنیم. هیچ راه دیگری نیست، به تاریخ ملل دیگر رجوع بکنیم. در اونجا میبینیم که ملل دیگر هم برای آزادی خودشون این راه بسیار سخت رو عمدتاً رفتن. اگر این مبارزات انجام نگیره هیچ دلیلی برای این که این حکومت برود وجود نخواهد داشت، ادامه خواهند داد. و آخرین پرسشی که در اینجا هست این استش که آیا در این قتل ها فتوای شرعی هم وجود دارد؟ به نظر من وجود دارد. اینکه آیت الله جنتی رو بردن، اولا تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بوده بالاترین فردی که فتوا رو میخواست میتونست بده خود آیت الله خمینی بوده که تمام تصمیم ها در رابطه با قتل دگراندیشان رو در بیرون و در درون ایشون گرفته. دوم این که پس از اینکه آیت الله خمینی فوت میکنه و شورای امور ویژه به وجود میاد، یک آیت الله جنتی هست از طرف شورای نگهبان در درون شورای عضو شورای امور ویژه و در رابطه با شرعی بودن مسائل نظر اون اونجا مطرح بوده، به اضافه این که در رأس این جریان خود آقای علی خامنه‌ای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی بوده و حرف اون یعنی همون فتوایی که میبایستی انجام بگیره. از نگاه من بله این بوده. در قتل‌های درون کشورم فتواهای دیگری بوده، از جمله فتواهای خود آیت الله دوری نجف آبادی و غیره. من فکر میکنم که به این ترتیب صحبتم تموم شد.